یک مطلب خطاب به عموم ملت عزیزمان. حرف من عبارت است از یک دنیا تجلیل و تعظیم و تشکر. این انتخابات عزیزان من برای دوستان شما در اکناف عالم یک جشن واقعی بود، برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود. وقتی اعتراض بعضی از نامزدها رو دیدن، ناگهان احساس کردن یه فرصتی پیش آمد براشون، این فرصت رو مغتنم شمردن تا بتوانن موج سواری کنن. مسئله این است که اینها دانسته یا ندانسته کشور رو به یک چالش عظیم کشوندن به نفع دشمنان. یه دعوای انتخاباتی رو تبدیل کردن به دعوای با نظام. این یه جریان خاصی است، جریان جدیدی است، اینو باید شناخت. دعوای شخصی که ما با کسی نداریم. این آقایونی که در انتخابات این جنجال رو راه انداختن، من در نماز جمعه گفتم اینا همه افراد خودی ما بودن، کسانی بودن که ما سالها با هم کار کردیم، با اینا اختلاف شخصی نداریم، مشکل شخصی نداریم. مسئله این است که اینها دانسته یا ندانسته کشور رو به یک چالش عظیم کشوندن به نفع دشمنان، به نفع آمریکا. And optimism into the political process. I would say to them that the world is watching and inspired. من می توانم بگویم جهان نظاره‌گر شماست و از حضور شما الهام می‌گیرد، صرف نظر از اینکه نتیجه نهایی انتخابات چه بوده است. آنچه می توانم بگویم این است که به نظر می رسد ما شاهد بروز احساسات مردمی بودیم که این چنین امیدوار، دخیل و متعهد به دموکراسی بودند و اکنون حس می کنند با آنان خیانت شده است. یه چیزی به من یکیشون نوشته بود، من پیغام دادم، جواب اون کاغذ رو ندادم البته، اما پیغام دادم، گفتم شما اینا رو جواب بدید. وقتی که از شما دستگاه‌های آمریکایی اسرائیلی صریحاً حمایت کردن، گفتن اینا از ما هستن، چرا شما اعلامیه ندادید، بیانیه ندادید، نگفتید که نخیر ما از اسرائیل و آمریکا بیزاریم؟ The young people raised their voice. اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنن. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنن. من واقعا نمیدونم کدوم یک از این دو زودتر از بین خواهد رفت. برنامه غنی‌سازی اونها یا نظام اونها. اما من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی زودتر از بین بره. خب نشانش هم همینه. نشانه واضحش این، البته نشانه های زیادی داره که میبینیم همین دشمنان صریحاً استقبال کردن از این وضعیت. کنگره آمریکا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای رو در حمایت از خواست مردم ایران و محکوم کردن رفتار خشن با تظاهر کنندگان به تصویب رساند. قانونگذاران آمریکایی همچنین تحریم سنگین فروش بنزین را آماده فعال کردن دارند. 405 نفر رأی موافق و یک نفر رأی مخالف. سناتور جان مکین یکی از تنظیم کنندگان طرح می‌گوید تظاهرات در تهران و دیگر نقاط ایران آغاز پایان حاکمیت روحانیون افراطی است و من معتقدم مردم ایران تا اثبات و احقاق حقوق خود به آن ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید، اما زیاد طول نمی‌کشد که مردم ایران از جامعه‌ای بسیار بازتر برخوردار باشند. نقل شد از قول رئیس جمهور آمریکا که گفته ما منتظر چنین روزی بودیم که مردم به خیابان‌ها بریزن. از اون طرف نامه بنویسن، اظهار علاقه به روابط کنن، ابراز احترام به جمهوری اسلامی بکنن، از این طرف این حرفا رو بزنن. کدومو باور کنیم ما؟
از مایک پنس، سومین جمهوری‌خواه بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا می‌پرسم، شما با توجه به سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه، فکر می‌کنید رهبر نظام موقعیتش رو به تحکیم است یا تضعیف می‌شود؟ اما من با مشاهده تحولات یک هفته گذشته امیدوارم تلاش‌های مردم سرآغاز یک شروع تازه برای کشور ایران باشد و غالباً امیدوارم آغازی نوین برای آمریکا نیز باشد. رقابت در بین نامزدهای ریاست جمهوری به نگاه ما، به عقیده ما، یک رقابت درون خانوادگی است. گاهی به عصبانیت هم میکشه، دو برادر هم ممکنه در مقابل هم قرار بگیرن داخل خانواده. به دشمن چه ربطی دارد؟ من از طرف فتنه‌گرا همون وقت در یه سخنرانی عمومی تو حسینیه من گفتم که آمریکایی‌ها اسم موسوی را آورده بودن. من گفتم که اسم نیاوردم، من گفتم حالا رؤسای رئیس جمهور آمریکا و دستگاه‌های آمریکایی از افراد اسم میارن میخوان بگن که بین اینا از ما هستن. نه آقا، اینا از شما نیستن. من از طرف اینا گفتم، خودشون نگفتن. اسم بعضی‌ها رو میارن به عنوانی که ما مدافع اونها هستیم، دروغ میگن، مدافع اونها هم نیستن. قصدشون ایجاد اختلاف است، قصدشون ایجاد بدبینی ملت ایران و نخبگان ایران نسبت به یک دیگر است. دروغ میگن. این جریانی که روز عاشورا توی خیابان میاد یا در 16 آذر توی خیابان میاد، این اون جریان نیست. اگر ما اینا رو با هم مخلوط کردیم دچار اشتباه میشیم. For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days. What's taking place within Iran is not about the United States or any other country. It's about the Iranian people and their aspirations for justice and a better life for themselves. ماها تلاش دیپلماتیک آمریکایی‌ها در نهایت این 5 عضو دائم شورای امنیت را برای تشدید تحریم‌های جدید علیه ایران متحد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل راضی از این پیروزی دیپلماتیک، تصویب این تحریم‌ها را نتیجه عملکرد تهران دانست. With the passage today of 1929, the Iran sanctions regime now becomes the strongest, most comprehensive sanctions regime in the world today. این نخستین قطعنامه است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما علیه ایران تصویب می شود. او با لحنی متفاوت از ماهای نخست ریاست جمهوریش گفت این پیامی است شفاف برای مقامات ایران. Of course, and I'm convinced that the regime will not survive. I don't think that they'll be able to succeed. خیال کردن ایران هم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی چند سال قبل از این طبق ادعای خودش که در رسانه‌ها در بعضی از مطبوعات نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان، انقلاب مخملی را انداختم، حکومتی رو بردم، حکومتی رو آوردم. I would like to bet that the Iranian regime will not be there in a year's time. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران را هنوز هم نشناختن. توی هر بنایی ستون‌های اصلی باید وجود داشته باشه که هر چیزی رو بشه به اونا متکی کرد. اگر یه جایی هم سسته، با تکیه به اون ستون بتوانه سر پا بیاید.
ستونهای اصلی تو جامعه بایستی محکم باشه. ستون اصلی کیه؟ رئیس فلان اداره ستون اصلیه؟ نه. پیشنماز فلان مسجد لزوماً ستون اصلیه؟ نه. ستون اصلی ایمانهای آدمایی است که صادقانه و از روی بصیرت قضیه رو فهمیدن و پاش وایسادن. اینا ستون اصلی. روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت، از خراسان تا کهندش، از خلیج فارس تا ری، از تو مانا صبح بهمن، از تو پایا سنت دل. این چیزایی که داره اتفاق میفته، یعنی اتفاق افتاد، برای انقلاب ضرر نبود. اینو شما ببینید، این واکسینه کرد انقلاب، اما در نهایت شکست با اون کسانی است که در مقابل انقلاب سینه زدند. اشراق و شهودی مطلع عین الیقین، مردمستان حماسه، خطه ایران زمین.